درود بر شما دوستان عزیزم، وقت همگی به خیر باشه. در ادامه دروس درس 12 رو الان در خدمتتون هستم. از گرامر سطح به آنس رو عمدن پست قبلی رو این مطالب رو پاک نکردم که بهتون بگم که این بحث بمونم یه تقریبا یه ادامه از بحث درس قبلیمون هستش. حالا ما توی درس 11 هم اومدیم راجع به گرامر اینفینیتیو میتسو صحبت کردیم و گفتیم اگر در جمله دو تا فعل داشته باشیم، در واقع قبل از فعل دوم یا همون مصدر، چون صرف نمیشه بهتر بگیم مصدر، سو قرار میگیره. و اومدم چند تا براتون اگه خاطرتون باشه مثال زدم، اینا مثالا بود. بعد اومدم استثناءات رو بهتون گفتم که در چه شرایطی با اینکه این گرامر اینفینیتیو ویت سو وجود داره و در چه شرایطی اینها سو نمیگیره و کدوم یکی از افعال هست که حتی جزء استثناءات هست تا انفعلن، و در نهایت رسیدیم به الفن که بهتون گفتم اگر ما مفعول آکوزاتیو اضافه بشه حتما باید سو بگیره، با اینکه الفن یکی از اون افعال مستثنا بود. خب حالا میخوام در ادامه، حالا که اینو باهاتون دوره کردم، میخوام در ادامه با شما یک مطلبی رو در میون بذارم در مورد یکی از افعالی که تا الان خیلی هم در مورد شنیدید. این به صورت جداگانه تدریس میشه در سطح به آنس. دلیلش هم من میتونم خدمتتون بگم به خاطر که در از نظر معنایی کمی فرق میکنه و شما کاربردش رو ببینید و بسیار هم توی محاوره پرکاربرده، توی مکالمه پرکاربرده. اون در واقع فعل براوخن هستش. ما تا حالا راجع به چند تا فعل با هم دیگه صحبت کردیم. من میخوام راجع به براوخن با شما صحبت بکنم و بگم که اصلا چرا در بحث اینفینیتیو میتسو اصلا فعل براوخن مطرح شده. ببینید، اینو من بذارید رنگ دیگه بکنم. خب فعل براوخن دوستان، ما همونطوری که میدونید براوخن یا به عنوان فول ورب استفاده میشه، یعنی به عنوان فعل در واقع اصلی، فعل کامل استفاده میشه، به معنی نیاز داشتن هستش. درست، نیاز داشتن. مثلا من این مثال میزنم، من میگم خیلی ساده، ایش براوخه اینن مثلا کمپیوتر. خب وقتی اولا که خود براوخن اگه خاطرتون باشه فعل چی هست؟ آکوزاتیوی هست، یعنی مفعول آکوزاتیو احتیاج داره. برای همین در کامپیوتر یا آین کامپیوتر میشه آین نن کامپیوتر، چون در تبدیل به در و آین تبدیل به آین نن میشه. اینا رو دیگه تکرار نخواهیم کرد. اگر بخوایم همینو به شکل منفی بکنیم میگیم ایش براوخه کاینن کامپیوتر، درسته؟ یا میگیم که آینن، به شکلهای مختلف میتونیم بگیم که براوخه ایش نیست. این هم به شکل در واقع منفی کردنش، به قوت ایش نیست. پس این در واقع در مورد خود به قوتن به معنی چی؟ به معنی همون نیاز داشتن، در واقع یه مترادف، یه هم معنی داره به نوتیگن هست که معمولا با این معنی اگه استفاده کنم به معنی نیاز داشتن هست، احتیاج داشتن یا نیاز داشتن. مثلا ما میگیم zum kochen، zum kochen braucht man normalerweise einen Herd. پس میگه اگه بخوام اینو بگم فاعلش رو به من هست دیگه، میگه من braucht normalerweise zum kochen einen Herd، در واقع جمله درست، ولی حالا چون zum kochen رو برده جای فعل و فاعل رو عوض کرده، این مهم نیست. میگه برای آشپزی آدم در شرایط نرمال وزر، به صورت عادی، به صورت نرمال، یک گاز، یک اجاق گاز احتیاج داره. خب این در مورد براوخن با چی بود؟ با در واقع در شرایطی که به عنوان فول ورب استفاده شه، یعنی در واقع اصلی، فعل اصلیمون باشه، در واقع فعل اصلی و با معنی نیاز داشتن باشه. بعد این درسی که امروز میخوام بهتون بدم از اینجا به بعد، میگه بعضی وقتا براوخن میتونه به عنوان مودال ورب استفاده بشه. خب حالا
چه جوری میتونه به عنوان مودال ورب استفاده بشه؟ اولا به چه معنی هست؟ به معنی نبا اگر بخواد منفی بشه، با مثبت بشه، بایستن و نبایستن. پس تا اینجا فهمیدیم که به دو شکل مثبت و منفی میتونه استفاده بشه و معنیش به معنی نیشت موسن هست. نیشت موسن یعنی نبایستن. اگه بخواد منفی بشه و اگه بخواد مثبت بشه به معنی بایستن. حالا اول بذارید من نیشت موسن رو به شما بگم، اینو پاک کنم، یعنی نبایستن. اینو اول بهتون بگم، اینم بیارم اینجا به معنی این که اینم همین معنی. خب نیشت موسن میشه نبایستن. من اگر بخوام این رو به عنوان مودال ورب استفاده بکنم، یعنی همین فعل گفتن رو بخوام به عنوان مودال ورب استفاده کنم و نه به عنوان فعل اصلی مون هم مودال ورب، میخوام یه جمله براتون بزنم، مثال بزنم. من میگم زی براوخن نیشت. خب یادتونه من در درس قبلی گفتم اگه ما مودال ورب داشته باشیم، این بذاری من اول بهتون بگم، مثلا من میگم دو کانست این هوف شپیلن، درست؟ تو میتونی تو حیات بازی کنی. گفتیم وقتی که ما فعل کمکی میاریم استثناءاتی بود که میگفتیم دیگه فعل دوم، یه فعلمون بود کانست و یه فعلمون هم چی بود؟ شپیلن. بعد گفتیم قبل از شپیلن میگه نباید سو بگیره. چرا؟ چون مودال ورب بود. ولی اگر براوخن، خوب گوش کنید، اگر براوخن به عنوان مودال ورب در جمله استفاده میشه و به معنی نبایستن یا بایستن داره استفاده میشه، که اگر با این ترتیب بیاد یعنی همین، اگر به این معنی بیاد حتما این هم باید سو بگیره، یعنی این هیچ استثنایی براش وجود نداره. یعنی چی؟ مثلا من میگم براوخن نیشت، میخوام بگم که تو نبایستی بیشتر بخونی. مثلا وایت لزن فعلمون هست. خب وایت لزن چون تو قنبار هست، ما میام این وسط یه دونه سو اضافه میکنیم. پس میگیم زی براوخن نیشت وایتر سو لزن. درست؟ حالا من میخوام یه جور دیگه دوباره این جمله رو منفی کنم. گفتیم که اول در مورد نبایستن دیگه میخوایم همه رو منفی کنیم. میگیم من براوخت، همینجا من میخوام منفی کنم، میگم کاینه شتله انسایگن. خب لیزن چی شد؟ میگیم اگه نگفتی براوخن کاینه، اگه منفی بود این دوتا با هم دیگه اومد، اینجا رو حتما باید سو بذاری. همین الان هم همینو میگم. پس دوباره اینجا من یه سو اضافه میکنم، سو لیزن. نکته چیه؟ نکته اینه که فرشته گفت اگر براوخن به معنی مودال ورب در واقع با این کار کرده مودال ورب در جمله بیاد و منفی باشه یا مثبت باشه فرقی نمیکنه، ولی با مفهوم مودال ورب بیاد، از خود جمله مشخصه. مثل که شما حتی ممکنه تو فارسی اینو تو الان اینجوری ترجمه کرده باشین که بگید شما نیازی نیست که بیشتر بخونی، اینم درسته، ولی در واقع خودشون تو گرامر به معنی نیشت میسن دارن ترجمه میکنن، پس ما هم به معنی نبایستن ترجمهش میکنیم. خب پس میگیم زی براوخن نیشت وایتر سو لزن. براوخن هم جز فعلاییه که به صورت نرمال ما از اول درس اینفینیتیو سو گفتیم اگه دو تا فعل داشته باشیم فعل دوم سو میگیره. حالا که اینجا تقنبار هست، جدا شدنی هست، بینش گرفته، اینجا که نبوده قبل فعل دوم، یه براوخن فعل اول، لزن فعل دوم، قبل فعل دوم سو میگیره، اینجا براوخن فعل اول، وایتر لزن فعل دوم، بین این دو تا چون تقنبار هست سو میگیره. حالا یه مثال دیگه براتون میزنم، میگم در استودنت براوخت دی پروفونگ پروفونگ نیشت سو ماخن. حالا براوخن یه فعلمه، ماخن فعل دوممه، قبلش چی اومد؟ قبلش سو اومد. جمله چی بود؟ براوخ دی پروفونگ نیشت. وقتی براوخن با نیشت میاد به معنی نبایستن میگه، پس حالا دانش آموز یا دانشجو نیازی نیست که امتحان بده. خب پس
نیازی یا نبایستی که امتحان بده. هر ما تو فارسی هر دو رو به یک معنا میگیریم، نیازی نیست، تو دیگه نیازی نیست ورزش بکنی بیشتر از این. و همین اگه بخوای برگردونی به آلمانی، ما باید بگیم براخت نیست، تو براخت نیست مر مثلا شپورت تو ماخن. پس اینو همین کار کرد هست که من براتون به فارسی میگم، ولی چون تو خود گرامر تأکید میکنه که مدال به معنی مدالور بگه بیاد، یعنی به قواخه نیشت بیاد به معنی نیشت میوسن، هر شما هم سعی کنید با همین ساختار یاد دیگه و ترجمهش نکنید به، یعنی در واقع زبان فارسی رو بر نگردونید به زبان آلمانی و بخواید مقایسه اینطوری داشته باشید، بهتر با خودش یاد بگیرید. اون زبان فارسی هم اون دونستن این که میگیم نیازی ندارید که این کار بکنی یا نبایست این کار بکنی، اون کمک میکنه، ولی سعی کنید بیستتون رو بر اساس خود گرامر زبان آلمانی بذارید. حالا این مودال وربی بود، در واقع براخن به عنوان مودال وربی اومد که معنی نبایستن بود. حالا اگه بخوام همین رو من اینجا میزنم، ببین این اینجا زدم دو، خب اینجا هم میزنم دو یک، خب بعد اینجا میزنم مودال ورب، اینجا میزنم بایستن و داخل پرانتزم می‌نویسم میسن، میسن. خب اگه قرار باشه به معنی مدالور به معنی بایستن باشه، حتما باید براخن به اضافه نور بشه، یعنی اینکه اگر که به شکل عذر میخوام، من مجبور شدم بینش یه پازه بدم، نمیدونم که جمله‌مو چطور تمام کردم، ولی به هر حال میدونم راجع به همین شرط مثبت در واقع براخن صحبت میکردم. اگر مدالور به معنی بایستن باشه و براخن به معنی بایستن به شکل مثبتش باشه، باید حتما این ترکیب در جمله استفاده شده باشه، یعنی براخن رو ما داشته باشیم به علاوه نور. این کلمه رو اگه داشته باشیم، شما دیگه نباید بیاین از موس استفاده کنید، در واقع موسن استفاده کنید، این به معنی همون بایستنه. حالا من یه مثال براتون میزنم، مثلا فرض کن من اینجا دارم ایش براخه نور دس اسن سو کوخن، اولا که فعل اولم براخن هست، فعل دومم کوخن هست. تا اینجا یادتونه بهتون گفتم اصلا براخن مثل افعال نرمال گفتیم اگه دو تا فعل داشته باشیم فعل دوممون سو میگیره. این از این، بنابراین چه تو حالت مثبت چه منفی در این قاعده هیچ فرقی نمیکنه، وقتی البته فقط به شکل مدال ورب اگر هست منظورمه، اینجا هیچ فرقی نمیکنه. زی براخن نیشت وایتر سو لیزن، من براخ کاین اشتل من سایدن سو لیزن در شتودن براخ دی پروفن نیشت ماخن. خب همش سو گرم، این حالت منفی بود. حالت مثبت هم که اینجا هستش، باز هم براخن پلوس نور باز هم سو میگیره قبل از فعل دو. پس این از این، ولی اگه یادتون باشه تو مودال ورب استثناء بود، مودال ورب واقعی استثناء بود، مثل کنن، مثل موسن، مثل زولن، ما میگفتیم توی فعل دوممون اگر ما مودال ورب در جمله داشته باشیم، خود واقعی مودال ورب رو داشته باشیم، مثل اینه که براتون مثال زدم کنن، موسن، زولن، دورفن، اینا رو داشته باشیم، نباید دیگه سو بیاریم قبل از فعل دوم. خب حالا وقتی این کار رو انجام دادید، حالا تفاوت اینجا چی شد؟ میگیم اگه براخن به اضافه نور رو داشتید به معنی همون بایستنه، ولی از این نور که اینجا هست متوجه میشید که اگه مثلا من اینجا الان به شما جای خالی دادم، یعنی میمدم ایش این یه جای خالی میدادم نور دست اسن مثلا سو کوخن کوخن، بعد میمدم به شما دو تا گزینه میدادم، میگفتم ایش موس باید بذارید یا اینکه اینجا باید بذارید براخه، کدومش؟ وقت شما میمدی از این جمله تشخیص میدادی که چون اینجا نور هست بهتره که توی در واقع زبان محاوره‌ای بیشتر از براخن استفاده میکنن، نه اینکه اگر شما موس بذارید اشتباه هست، نه،
ولی بهتر هر چیزی رو طبق قاعده که صحبت میکنن، وقتی به تو میگن مثلا ما یه اسمی رو با اگه بخوایم منفیش کنیم با کاین منفی میکنیم و صرف میکنیم کاینو، خب اون یه قاعده است، اون یه گرامره. خب یا به تو میگن میشت رو در فلان جای جمله استفاده میکنیم، اون یه گرامره. اگر شما اینجا موس بذاریم نه که اشتباه باشه، درسته، ولی طبق قاعده گرامری بقاوخن در حالت منفی و مثبت این چیزایی بود که براتون توضیح دادم. تمرینش رو میذارم براتون دوره بیشتری میشه. شاد و موفق باشین. فعلا خدا نگهدار.